آخرین آمادگی‌های فنی برای شروع مذاکرات میان افغانان در دوحه قطر گرفته شده است. برخی مهمانان نیز در دوحه جابجا شدند. اما اینجا در کابل هیئت مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان به دوحه سفر نکرده است و بر چندمین بار است که سفرشان با تأخیر روبرو می شود. حکومت افغانستان دلیل این تأخیر را عدم آمادگی طالبان برای مذاکره می داند. در سوی دیگر 6 زندانی که کشورهای فرانسه و استرالیا درباره شان ملاحظه داشتند هنوز هم از زندان بکران به قطر انتقال داده نشدند. ما میخواییم صدای مردم افغانستان بیشتر روشن باشه، شفاف باشه. فقط نشه خدای ناخواسته کسانی به نیابت مردم افغانستان صحبتهایی بکنه و سرنوشت رقم بزنه که فردا ما پشیمان شویم. یک منبع معتبر از میان گروه طالبان به آریانا نیوز تایید میکند که قرنطین شدن برخی اعضای هیئت مذاکره کننده این گروه و تفاوت دیدگاه درباره شیوه برگزاری مذاکرات سبب تأخیر در شروع مذاکرات شده است. فعلا طالبان با وضعیت بسیار بالایی که داره در سطح بین المللی امتیازات کلان را از حکومت افغانستان و آمریکایی ها گرفته به هیچ وجه حاضر به مذاکره نیست. اکنون حکومت افغانستان توپ را در میدان طالبان می‌بیند و می‌گوید که همزمان با آماده شدن این گروه به مذاکره هیئت مذاکره کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان نیز عازم دوحه خواهد شد. به مجرد که زمان پرواز تعیین شود طالبان آمادگی ها و تیاری های خود را بگیرند اعلان میکنیم که بخیر اینا هیئت ما رفتند و مذاکرات بخیر آغاز میشه. این در حالی است که روز گذشته گروه طالبان فهرست تازه هیئت مذاکره کننده این گروه را همگانی ساختند. بر بنیاد این فهرست مولوی عبدالحکیم قاضی القضات پیشین طالبان در رأس هیئت قرار گرفته است، فردی که گفته می شود اثرگذاری زیادی بر طالبان دارد.